حاجی ما یه رفیق داریم، هر وقت میریم جاش یه داداش من پیج تو رو هم فالو ندارم، پیج چی بود؟ فالو میکنه، بعد دفعه بعدی که میبینمش باز دوباره همینو میگه، میخوام بهت بگم هی فالو هم فالو میکنه، یعنی تکلیفش با خودش هم مشخص نیست، حالا جلوی من منو فالو میکنه، بعد که من میرم مثلا چند روز بعد دوباره پیجم رو آنفالو میکنم، نمیدونم چرا چه فازیه، فکر میکنم مثلا من یادم میره، یعنی بعد فکر میکنه که من یادم رفته، دفعه بعد میدونه خواباز دوباره همون حرف رو تکرار میکنه و این خیلی بده که آدم ها تو رو احمق فرضت میکنن، میگیری که چی میگم. خب من هیچی بهش نمیگم، چون آدم این شکلی رو اصلا نمیتونی تو باهاشون بحث کنی، ولی واقعیت اینه که چیزی که با خودت داری در مورد اون انسان فکر میکنی، میگه چه آدمیه که اصلا با خودش درگیره، خودش تکلیفشو با خودش نمیدونه، مثلا فکر میکنه اون که اون آدم منو فالو کنه خیلی برام مهمه، تو اگه با من یه کاری داری میتونی همونجا بری تو پیجم نگاه کنی، اگه دوست داشتی فالو کنی، اگه دوست نداشتی فالو نکنی. توی دنیای حقیقی هم خیلی همینجوریه، خیلی از آدمای اطرافتون شما رو احمق فرض میکنن، خیلی از آدمای اطرافتون هستن که جلوی شما یه جورن ولی پشت سر شما یه جورن، حالا تو زندگی واقعی دکمه نداره که بخوان فالو آن فالو کنن، ولی حقیقت داستان همینه. و برای این آدما ارزشی به نظر من قائل نشید و بحثی هم لازم نیست باشون بکنی، چون اونا انسانایی هستن که هنوز خودشون رو تو این دنیا پیدا نکردن، تکلیفشون با خودشون معلوم نیست، تکلیفشون با اطرافیانشون معلوم نیست، کسی هی بیاد آن فالو بکنه نمیدونم دوباره فالو کنه بعد باز تو رو خرس فرس کنه، هر دفعه که میبیند بیاد بهت بگه ای داداش من پیج تو رو فالو ندارم، اون که فکر کنه یادت رفته، اون آدم اصلا ارزشی نداره، قیمتی نداره، همون بهتر تو حال خودش و تو دنیای خودش رهاش کنید. سلام، چاکرم، شهرزاد اومدم با یه ویدیو خفن دیگه، یا آنباکس خفن دیگه و یه چتونی خفن دیگه. چه خبر ردیفید؟ امیدوارم پر باشید از عشق و انرژی و اتفاقای خفن وارد زندگیتون بشه، یه بوم از انرژیای خوب متلاشیشه توی زندگیتون. یکی از بچه‌ها بهم گفت داداش صدا چرا عوض شده؟ من قبلا هم گفتم من آلرژی دارم به این فصل، آلرژی من خیلی شدیده، یعنی قرص و دوا و دارو و دکتر هیچی، اصلا هیچی، و به خاطر همین اوضاع خیت دیگه، تغییر صدا دارم، آبریزش بینی کلان که جاری هم دیگه، از همه جا آب میزنه بیرون. واقعیت داستان اینه که ایر جوردن خیلی پسرفت کرده، دلیلش هم تکرار زیادشه، مخاطباش یا در واقع میشه گفت مشتریاش طرفداراش خسته شدن دیگه، انقدر که داره این کفشو هی تکرار میکنه در رنگ‌ها و طرح‌های مختلف، خب بالاخره باید خیلی اون رنگ خاص باشه یا برای تو جذاب باشه که دیگه جذبت کنه، چون شکل کفش که عوض نمیشه و این تکرار خسته میکنه اون طرفدار این برند رو، طرفدار این مدل از این برند رو بگیم در واقع بهتره، ولی خب همچنان اسم جردن روی این مدل از این کفش هست و یه کفش بسکتبالی خیلی محبوبه و از جایی که امریکایی‌ها به بسکتبال خیلی علاقه دارن، هیچ وقت این کفش اون جایگاهش رو از دست نخواهد داد، حتی اگر بیاد پایین توی پرفروش‌های جدول. کاری که می‌خوایم الان با هم نکنیم کار جدیدشه که قبلا هم از این جنس و از این مدل دیدیم از ایر جوردن، این کار تازه ریلیز شده، جعبش رو با هم ببینیم، جعبه مشکی که زیاد دیدیم این کارو، وینگ ایر جوردن گوشه جعبه است، پشت جعبه دوباره وینگ ایر جوردن رو داریم، کنارهای جعبه به همین شکل، جعبه مشکی خیلی چیز خاصی نداره، حرف خاصی برای گفتن نداره جعبه، این جعبه رو ما زیاد دیدیم از کارهای ایر جوردن. اینجا هم که میبینید مدل و سایز و سریال و اینجور داستان ها نوشته، ولی کفش خوشگلی، حالا بهتون میگم چرا. بریم دیتیلاش رو نزدیک با هم ببینیم، برگردیم یکم راجبش صحبت کنیم، برو بریم واسه یه ویدیوی خفن. خب جعبه رو که دیدیم خیلی چیز خاصی نداشت و همون ساینه همیشگی و همون وینگ معروف ایر جوردن و همه جای کفش داریم میبینیم، اطراف کفش و اینورم که مدل و سایز و بارکد و داستان و اینم که پشت جعبه. به به کار ببین، میرسیم به اصل داستان.
یه ایر جوردن خوشگل و خاص اگر میخوای، مطمئن باش بهتر از این نمیتونی کاری توی بازار پیدا کنی. یه جنس جین خیلی خفن و با کیفیتی داره، یعنی تمام این قسمت ها که شیپ جینو داره واقعا جین استفاده شده، قسمت های سفید چرمیه و چرم بسیار خوبی کار کرده. من ایر جوردن رو کلن خیلی دوست دارم و بیشتر از دانک، چون که جنس بهتری کار میکنه. دانکو خیلی ضعیف کار میکنه چرمشو، ولی چرمی که ایر جوردن استفاده میکنه چرم محکمتریه به نظرم. لوگوی جوردن رو داریم، یعنی جامپمن در واقع روی زبونه، که زبونه رو میبینید کاملا جین کار شده. داخل کفش جنس خیلی خوب و خفنی داره و با کیفیت ترین کاری که میتونسته رو استفاده کرده به نظر من. خبری از لوگو وینگ ایر جوردن نیست پشت کفش مثل همیشه، باز به نظر من خاصش کرده. جالبه بدونید که این جین متفاوته توی اون یکی دیگه، بعضی جاهاش پررنگ کمرنگ شده و به جذابیت کفش بیشتر اضافه کرده به نظر من، چون بالاخره خود جین واقعی هم همین جوریه، یه شیپ ابروبادی به قول خودمون داره توش دیگه، ولی خوشگلش کرده، جذابش کرده و کاملا خاص بودن رو میتونید توی این کفش احساس کنید. کار بسیار بی‌نظیر، خوشگل، جذاب برای کسایی که دنبال ایر جوردن های خاص میگردن میتونه بهترین گزینه باشه به نظر من. بندای سرمه‌ایش هم خیلی خوشگلش کرده، با توجه به اینکه خود کفش هم یه جاهایش تیره کار شده، یعنی جین تیره داره، یا این داخل کفش که سرمه‌ایه، سرمه‌ای بهترین بندی بوده که میتونستن براش بذارن. کفش بسیار جذابیه، من واقعا باش حال کردم و جز ایر جوردن‌های خیلی خاصه. و همین کارا رو میکنه که آدم دوباره وابستش میشه. ایر جوردن وان لو توی دنیا طرفدار خیلی داره، یعنی ساخت کوتاه منظورمه، و این کار و این رنگ قبلا تکرار شده بوده، اما ما داریم دوباره این کار رو میبینیم و برامون خیلی جذابه، چون مدت ها بود که فکر کنم 2-3 سال بود که دوباره از طرح جین استفاده نکرده بود توی کفشاش، و روی یه سری از کارا وقتی که این دیزاین میاد خیلی قیمتش میره بالا. فکر کنم 4-5 سال پیش ایر جوردن 5 لیوایز داشتیم که خب خیلی خفن بود، کلابش بود با برند لیوایز و اومده بودن اون جین معروف لیوایز رو توی کفش کار کرده بودن که خیلی طرفدار داشت و الان هم کلی قیمتش اگه گیر بیاریم. و این ایر جوردن دوست داشتنی اومده همین کاری کرده، اما این دفعه کلابی نداره، متریال جوابی خیلی خوشگل، مخصوصا اگه جین بازی یا ستای جین میزنید، کتلی شلواری میتونید باهاش یه ست قشنگ رو جمع کنین. اگه این کاره باشید و استایل باز، با این کفش میتونید استایل خفنی جمع کنید. و در کل اگر جین بازم نباشی، یعنی استایل جین نزنی، باز هم کفش خاصیه، چون ما با این متریال ایر جوردن خیلی کم دیدیم و همین کفش رو جذابش میکنه. قیمت این کار توی نمایندگی نایک ترکیه 5500 لیره که الان شاید یه سری از سایزش فقط موجود باشه، سری سولداد شد و دلیل سولداد شدنش هم اون کمیاب بودنش و کمتر دیده شدنشه که جوردن بیاد جین کار کنه، به خاطر همین سری کار سولداد میشه، ولی میدونم که هنوز یه سری از سایزاش توی بازار موجود هست و میشه پیدا کرد. یه ذره باید رنگ روشن پسندم باشی، چون جینی که کار کرده حالت ابروبات میگن، مهوبات میگن، یه همچی حالتی داره، یعنی کم رنگ پر رنگ توش داره و جوری نیست که همش پر رنگ باشه، ولی باز این بندای سرمه‌ایش کارو جمع کرده. در کل خوشت میاد از این کفش، یعنی اگه ایر جوردن باز هستی از این کفش 100% خوشت میاد وقتی هم نزدیک ببینیش، چون بی نهایت کفش خاصیه به خاطر متریالش. دمتون گرم، اینم از ویدیو امروز ما، یه ایر جوردن خوشگل و خاص که خودم خیلی دوستش داشتم براتون آنباکسش کردم. امیدوارم با ویدیو حال کرده باشید. حتما اگه با این ویدیو حال کردید، ویدیو رو شیر کنید با دوستای کارتونی بازتون، اسنیکرز بازتون، انگیزه میدید به من اینجوری برای ضبط کردن ویدیوهای بعدی. دیگه لایک و سابسکرایب و این کارا هم که میکنید قطعا چون دارید ویدیوهای منو میبینید، و این خیلی منو خوشحال میکنه که توی کامنت ها هم نظرتون راجع به کفشایی که آنباکس میکنم ویدیوهام بنویسید.
اینا همش انگیزه برای من و عشق شما به منه. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، آنباکس خفن و بعد، کتونی خفن و بعد، خدا نگهدار. چیز خاصی.